از مهمترین سوالم شروع میکنم. من چون باشگاه میرم الان یه مدتی هست، یه ماهی هست که استوب کردم باشگاهمو، فستینگ رو شروع کردم. خودم وزن نکردم ولی خب یه مقداری از چربی درشکم کم شده. مشکلی که من دارم اینه که میخوام بدونم توی دوره حجم، برای دوره کات خب فستینگ عالیه، ولی برای دوره حجم اگه من قرار باشه مثلا 2800 کالری بخوام غذا بخورم، البته گفتین که 16-8 بکنیمش مثلا 12-12 یا 14-10، به شرط اینکه حوازی کار نکنم عضلام نمیسوزه؟ چون 12 ساعتی چی به بدنم نمیرسی یا 14 ساعت؟ عضله سوختن یا نسوختنش برمیگرده به اینکه شما توی 24 ساعت یا 72 ساعت، بعضی ها هم حتی میگن، ولی شما همون 24 ساعت رو بگیم، شما توی 24 ساعت به اندازه مورد نیاز پروتئین بهتون برسه. حالا میخواد توی 2 ساعت بهتون برسه، میخواد توی 24 ساعت بهتون برسه، اصلا مهم نیست، اون کلش توی 24 ساعت بهتون برسه، این مهمه. پس اون بحث پنجره آنابولیک فکر کنم دیگه رد شده داستانش. ببین اون برای کسی که میخواد عضله بسازه، آره ایدئال این هست که 3 ساعت بعد از تمرین، بعد از اینکه شما اومدین حسابی زور زدین، 3 ساعت بعدش زمان ایدئالیه که شما یه حجم پروتئین زیادی مصرف بکنید، که بازم ربطی به فستینگ نداره، یعنی فستینگ جلو دستتون رو نمیگیره، میتونید 2 ساعت بعد از تمرین، 1 ساعت بعد از تمرین، هر موقع زمانش مناسب بود براتون بیاد یه وعده سرشار از پروتئین مصرف. درسته، مرسی. آره. این به ازای هر مثلا پوند بدن که میگن 1 گرم پروتئین، البته شما گفتین که به ازای هر وزن عضله، خب عضله رو ما چجوری اندازه گیری کنیم که حد وزنش رو، که حد عضله داریم؟ خب اون سخته، خیلی داستان یه خورده پیچیده میشه بخواید عضله رو اندازه گیری بگیریم. شما میتونید بگید که به ازای وزن کل بدنتون، به ازای هر کیلوگرم حداقلش 1.2 گرم پروتئین میخواین. فرق نمیکنه، این حداقل برای همه صدق میکنه، زن و مرد. حالا یه نفر هست خب عضله بیشتری داره، میخواد بیشتر ورزش بکنه، میخواد چربی کمتری داشته باشه، عضله بیشتری داشته باشه، میتونه اینو هی بیشتر و بیشتر بکنه. تا 2 گرمش برای ورزشکارا بازم کاملا نرماله. از 2 به بعد دیگه باید خیلی بدن نیاز داشته باشه، به درد هر کسی نمیخوره. درسته. شما چند کیلو هستین؟ من الان 74 کیلو هم. خب 74. 169. حالا قد و زیاد خیلی کاری نداریم، ولی همین 74 رو که ضرب در مثلا 1.5 بکنید، این میشه پروتئین خوبی که در روز میتونید مصرف بکنید. یه ذره بیشترش هم خواستید بکنید، بازش کار نداره. بعد این میزان کالری که الان شاید بگم علم جدید 50 ساله که بهش رسیدن، حالا شاید هم بیشتر نمیدونم، که مثلا وزن بدن رو ضرب داره، حالا یه عددی میکنن، یه فرمولی هم داره، حالا چند تا راه داره، میرسیم مثلا به 2200 کالری مینتیننس، 300 تا کم میکنیم برای کات، 300 تا اضافه میکنیم برای حجم. این درسته؟ همچنان درسته؟ همچنان درسته. آره آره، اینم باز ربطی به فستینگ نداره ها، یعنی شما میتونید فستینگتون رو مثلا همون 16 ساعت رو داشته باشین، برید تو کات یا برید نه وزن اضافه بکنید. اون میزانی که دارید میخورید در زمان خوردن مشخص میکنه که شما لاغر بشید یا چاق بشید. فستینگ بهتون کمک درست میکنه آدم سالمتری باشید. سالمتری لاغر شدن یا چاق شدنه برمیگرده به اون کالری که دارید در زمان خوردن مصرف میکنید، فرقش فقط همینه. درسته. بعد تو اون 300 کالری که من کم میکنم، بعد از کربوهیدرات کم بکنم دیگه قاعدتا. یعنی میزان کربی و پروتئین همیشه ثابته. باید نداره. نه، باید نداره، اما وقتی شما دارید کم میکنید کالری رو، نباید از پروتئین کم بکنید. حالا ممکنه از کربوهیدرات کم بکنید، ممکنه از چربی کم بکنید، اشکال نداره، ولی پروتئین رو دست نزنید. چون اگر پروتئین رو کم کردین، مدام گرسنه خواهید بود، مدام نیاز به ریزخاری احساس میکنید، ولی از اون طرف لاغر میشید اما عضلاتتون آب میشه. آره. چربی آب نمیشه.
درسته. پس اون نسبتی که میگن مثلا 30% پروتئین، آن پروتئین که معلوم میشه قده 30% مثلا کربوهیدرات، 35% چربی، تقریبا همینقدر در میاد درصدش دیگه. درسته؟ نمیتونم بگم بگم ما میدونیم چقدر پروتئین بخوریم، ولی چربی رو اگه بدونم دیگه کار حل دیگه، بقیش میشه کربوهیدرات. چربی میشه به ازای هر پوند یک در نمیدونم دیگه شاده. درگیر چربی و کربوهیدرات نباشی، چون اینجوری بلند مدت نمیتونید همه رو کنترل بکنید. شما المان های خیلی زیادی هست، خب چند تاشو میخواید کنترل کنید؟ اونی که داره همه رو کنترل میکنه میگه 30% اینو بخور، 30% اونو بخور، انقدر اینو بخور، انقدر اونو بخور، خودش که انجام نمیده. یه ورزشکار حرفه‌ای یه نفر براش انجام میده، آشپز داره، نمیدونم چی میگن، دکتر تغذیه داره، هزار نفر دور و برشن دارن براش این کارا رو انجام میدن. شما خودتون کار زندگی ندارین تا کی میخواید این کارا رو انجام بدین؟ کاری بهتر اینه که شما یکی دو تا المان که خیلی مهمتره اونا رو بچسبید، اونا رو زیر نظر داشته باشید، بقیه رو دیگه ولش کنید. بقیه رو ولش کنید نه که اصلا اهمیت ندین، نه، ولی درگیر اعداد و ارقام نباشید. دقت بکنید که حس و حالتون چطوریه. شما پروتئین رو حساب بکنید یه مدت، اون خیلی خوبه، اون کفش رو حداقل داشته باشید، بعد بیشترش بکنید. حالا قسمت 90 چند وقت دیگه آپلود میشه، به درتون میخوره. بعد برید سراغ چربی های خوب، برید سراغ فیبر، حالا در کنارش یه ذره کربوهیدرات هم مصرف شد، کربوهیدرات سالمی باشه اشکال نداره، مادامی که شما همون کالری رو زیاد بالا نبرید دیگه بقیش مهم نیست چند گرم کربوهیدرات چند گرم چربی. آره، مگر اینکه بخواید میگم سخت بگیرید، که بعید میدونم کسی بلند مدت بتونه تمام فاکتورهای مختلف رو بشماره و حساب بکنه. درسته. خب چجوریه که یه جا گفته بودی که محدود کردن کالری برای مثلا دوره کات برای کسی که خب کالشون این هست جواب میده 100%. من سوالم اینه که اگر توی کم کردن کالری ما همچنان داریم قند میخوریم، کم کردیم، ما شاید یک سومش رو کم کردیم، ولی داریم قند و داریم کربوهیدرات میخوریم، چرا پس باز بعض کم میکنیم؟ منظورم اینه که رژیم محدود کالری جواب میده، اون جواب میده، اما مسئله اینه که از چی دارید کم میکنید. وزنی که کم میشه میتونه از چربی باشه، میتونه از آب بدن باشه، میتونه از عضلات بدن باشه. اگر شما کالری رو کم کردید و اومدین همش قند مصرف کردین، حالا یا کربوهیدرات یا هر چیزی مشابهش، خب پروتئینی به بدن نمیرسه، یواش یواش شما دارید عضلاتتون رو از دست میدید. بعد این بهش میگن اسکینی فت. شما لاغر میشید اما اسکینی فت میشید، یعنی عضله ای ندارید، بدن شلووله. این به چه دردی میخوره؟ سالم نیست بدن که. کوچیک شدن مهم نیست، آب کردن چربی باید هدف باشه. ما نمیخوایم فقط وزن کم کنیم که، میخوایم چربی آب بشه. چجوری بدن سازو پس هیچ وقت فست انجام نمیدن، روزی 6-7 وعده غذا میخورن، با کالری کم میکنن و برای 6-7 وعده غذا میخورن و ما میبینیم که همچنان سیکس پک دارن و چربیشون مثلا 10%. کالری رو در نظر میگیرن، پروتئین زیادی میخورن، میشه راهش هم و ورزش زیاد و ورزش زیاد. آره، آها، درست. خب راهشون وقت من سرتونتون بپرسم، ما میدونیم که یکی از فایده های فستینگ اینه که هورمون رشد خیلی به طور رایگان ترشح میشه. خواستم بدونم این هورمون رشد توی روزه متناوب 15-8 روزانه ترشح میشه یا فقط توی روزهای طولانی 3-7 روزه است؟ بعضیا میگن میشه، بعضیا میگن نه، ولی خب معمولا از هلوش 12-14 ساعت شروع میشه به ترشح، ولی تو روزه معمولی روزانه خیلی کمه، نمیشه خیلی روش حساب کرد به اصطلاح. ولی به هر حال خوبیش اینه که یه مقداری هست، کم هست ولی هست. شما هر روز وقتی روزه میگیرین کم هست ولی هر روز هست. هست. خب پیشنهاد شما اینه که ما کم وقت یه بار روزه مثلا 3 روزه بگیریم طولانی. ماه یه بار، 2 ماه یه بار. خیلی به خودتون برمیگرده که چقدر باتری جمع کرده باشید، یعنی چربی جمع کرده باشید. یه نفر میبینی خیلی لاغره، خب اون نباید بگیره روزه طولانی اصلا. یه نفر میبینی نه داره چربی،
اون میتونه بگیره. حالا این چند وقت یه بارش مثلا من خودم به شخصه با این وزن و این هیکلم سه ماه یه بار این کارو میکنم، یا روزه های طولانی مثلا یه هفته هفت روز هشت روز رو سالی یه بار انجام میدم، نه بیشتر. ولی یه نفر میتونه حتی خیلی بیشتر بگیره. این به خودتون برمیگرده. آره به خودتون برمیگرده. و اینکه برای کبد آزمایش خاصی هست، حالا میدونم که بعد آزمایش A1C یا تست استرس انسولین هم باید بدم، ولی برای کبد چی آزمایش خاصی دارین؟ استرس انسولین لازم نیست که همین اول بدین. شما A1C قند خون رو که بدین مشخص میشه که کجا هستی، هلوهوشی در میاد دیگه. اگر دیدین که خیلی وضعتون خرابه و یا مشکوکه به بالا بودن قند، اون موقع تازه میرید تست استرس انسولین رو میدید. برای کبد بهتر اینه که سونوگرافی بدید. سونوگرافی کبد و کیسه صفرا خیلی بهتر جواب میده تا اینکه بخوای توی آزمایشش برید. هرچند آزمایش هم هست، آزمایش هم میتونید بدید، اما سونوگرافی خیلی زودتر نشون میده. سونوگرافی کبد درسته. و اینکه آزمایش خون رو ما باید سالی یه بار حداقل بدیم دیگه. و این سالی رو یه بار که حداقل، آره فکر میکنم همه نیاز دارن که سالی یه بار این تستای نرمال رو بدن. درسته. لبنیات که حالا گفته بودین که خودتون خیلی طرفدارش نیستید. لبن نخوریم، یعنی من خودم خیلی علاقه ندارم به لبنیات. میشه نخورد؟ لبنیات خیلی متنوع. قسمت 85 همین امروز چهارشنبه است، یک شنبه آره آپلود میشه، چون ببینید میدونم منظورتون اینه که کره حیوانی قطعا باشه، ماست ترش قطعا باشه، اصلا میتونه نباشه، خامه نباشه، هر چقدر از شیر دورتر بهتر. محصول هر چقدر از شیر دورتر بهتر. از اون طرف حالا اگر خیلی دوست دارید شیر بخورید، شیر گوسفند، شیر بز خیلی بهتره، شیر گاو نه چندان، تا جایی که بشه ازش دوری بکنید بهتره، مخصوصا گاوهایی که الان خب به هر حال فقط ذرت و سویا میخورن، هورمون بهشون میدن که مدام شیر داشته باشن دیگه. درسته. و این شیر خب بزرگ خواهد. ممنون. حبوبات من خیلی طرفدارش نیستم، چون پروتئین گیاهی کلا طرفدار پروتئین حیوانی هم خیلی زیادم میخورم. من میتونم مثلا لبنیات نخورم زیاد و حبوبات هم کلا نخورم، مشکلی بر بدنم در طول مدت رخ نمیده؟ مشکلی که شما یه سری مواد مغذی رو دارید حذف میکنید. خب حالا هر کی هم بگه خوبه خوبه خوبه، ولی دارید یه سری مواد مغذی رو حذف میکنید، جایگزینش چی میارید؟ این آیا وضعتون داره بهتر میشه با این جایگزینه یا نه بدتر داره میشه؟ هر جا هر چیزی بهتون گفتن این خوبه، این بده، این فلانه، شما باید همیشه به عنوان خوبتر بهتر به مسائل نگاه بکنید، به خوراک نگاه بکنید. درسته؟ درسته. مثلا چند روز میشه که پرسیده بگو نون توست خوبه یا بده، میگم نون توست بستگی داره. نون توست نمیخوای بخوری چی میخوای جایگزین بکنی؟ شما همینطور حبوبات نمیخوای بخوری چی میخوای جایگزینش بکنی؟ جوی دوسر. جوی دوسر بد نیست، بد نیست، تقریبا کم و بیش یه چیزه. برای بعضیا یه سری مشکلات مختلف آلرژی میاره، باید حواستون رو بدین که یه چیزی رو میخواید اضافه بکنین به سبد غذاییتون، هفته اول مثلا خیلی زیاد مصرف بکنید، خیلی زیاد، بیش از حد نرمال، بعد ببینید حالتون چطوریه، ببینید مشکلی داره براتون پیش میاد، ببینید علائم آلرژی به هر شکلش نشون میده، پوستتون داره اذیت میشه، سینوس هاتون داره کیپ میشه، بینیتون کیپ میشه، قلط پشت گلو دارید، نمیدونم یبوست، اسهال، تموم اینا. اگر دیدین که نه اتفاقی نیفتاد، یعنی اون ماده برای شما، اون منبع غذایی برای شما نرماله، پس میتونید از هفته بعدش در حد نرمال مصرف بکنید. درسته. خب اینم از این. تب سرد و گرم داریم؟ من خودم اعتقادی بهش ندارم. نمیدونم واقعا راجع به این خیلی اطلاعاتی ندارم. حتما یه چیزی هست. نمیشه گفت نیست. این خیلی سوال مهمیه. شاید همه بپرسن. آره خیلی میپرسن. خیلی میپرسن. من میخوام یه ارتباطی براش پیدا بکنم. یه منطقی توش پیدا بکنم. یه جواب درستابی توش پیدا بکنم. میدونم یه چیزی هست. شاید اصولی نباشه کاملا. شاید
کلن همه جا درست نباشه، همه جا جواب نده، ولی بالاخره یه ریشه ای داره، نمیشه که نباشه، وگرنه خب این همه مدت ادامه پیدا نمیکرد. ولی فعلا جوابی براتون ندارم. مثلا اینه که مثلا من خودم بوده خیلی چیزا قاطی خوردم و مثلا میگم من وقتی ماهی میخورم هنوزم که هنوزه مادرم برام چای نبات درست میکنه، میگه بخور ماهی سرده چای نباتو بخور گرمه اینا با هم. یا بوده مثلا من یه بار ماست و خیار زیاد درست کردم خوردم و واقعا لرز منو گرفت، انگار اسم میکنم یه چیزی هست ولی علمی نیست. از طرف هم یه سری جا بوده قاطی خوردم همیشه با هم دیگه هیچ کیم نشده، یعنی انگار همیشه درست نیست این قضیه، بعضی وقتا هست بعضی وقتا نیست. خیلی مسائل دخیله، نمیشه گفت مثلا اگر اون لحظه چیزی نشده کل پای اون اساسش اشتباهه. نه، شما مثلا 2 ساعت قبلش چی خوردید، روز قبلش چی خوردید، نمیدونم روز بعدش چی خوردید. این خوردن و نخوردن ما این نیست که در لحظه ما رو مثلا بکشه یا فلان بکنه یه کاریمون بکنه، نه، عموم مواقع یه هفته، 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه، 6 ماه، 2 سال یه سبکی رو آدم پیش میره، بعد اثرش رو تازه یواش یواش نشون میده. درسته؟ من میگم چرا علم تا الان نرفت دنبال این که ببینه آقای تب سرد داریم یا گرم داریم، چرا علم دنبالش نرفت؟ والا از علم بپرسید. نمیدونم سر کوچه هست بخواهی صداش کنم. خدا. و ویتامین هم که خب گفتین که یکیش مفصل انجام بدین، بریم آزمایش خون بدیم، هرچی کم بود رو بریم از طریق منابع طبیعی و بعدش هم که دیگه الان فرص هرچی هست. درسته؟ درسته. و مغزیجات هم که خب خیلی واجب نیست، خوبه اما در حد یه مشت کوچولو، مشت بچه روزانه کافیه، نیازی نیست خیلی آدم زیاد بخوره. درسته. بعد بپرسم سریع قندو میتونم کلا حذفش کنم؟ کربوهیدرات رو به کل، بازم سوالیه که مثل جوابش مثل قبله، اگه حذفش میخواید بکنید چی میخواید جایگزین بکنید، چی قراره بخورید جاش؟ کربوهیدرات یه خانواده خیلی بزرگیه، اگه شما بخواید با همشون قهر بکنید یک کوچولو کارتون سخت میشه، جایگزین کردنشون یه خورده سخت میشه، دست و بالتون محدود میشه. منظورم اینه عملا جایگزین نداره واقعا، من اینکه بخوام رژیم گوشتخاری رو بیارم دقیقاً، یا مثلا بخواید کیتوژنیک و گوشتخاری و اینجور چیزا پیش برید که بازم یه خورده پول میخواد اول. دقیقاً. نه، شما میتونید کربوهیدرات‌های بد رو حذف بکنید، مثلا نون سفید رو حذف بکنی، نمیدونم آرد شکر سفید، نمیدونم آرد سفید و کربوهیدرات های بی خیر، کربوهیدراتی که فیبری درش نیست میشه کربوهیدرات بی خیر، اون رو حذف بکنی. بی خیر. آره. و ترجیحاً هم دیر هضم، هر چقدر که غلات کامل تر باشه، ترکیب کربوهیدرات کامل تر باشه، خب طبیعتاً دیر هضم هم میشه، یعنی همون از آرد سفید دوری بکنید بقیه‌شو رو بکن. آره دقیقاً. آره. بعد این روغنه که ما می‌خوریم، منظورم همین روغنه که خودتون هم تو ویدیوتون ویدیو گرفته بودین، روغن لادن، روغن بهار، روغن سرخ کردنی پخت و پز، اینو واقعا از چی ساخته میشه؟ یعنی از محصولات اون انتهایی نفت واقعا؟ یه سری قاطی ها هم داره. آره. یعنی مجبورن یه سری محصولات نفتی رو یه سری فرآیندها روش انجام بدن تا پاکسازی بشه، تمیز بشه، درست بشه، بعد دوباره اونا رو ازش میگیرن، بعد یه سری محصولات یه چیزی چیزا بهش میزنن که بو و طعمش گرفته بشه، همون بوی و طعم چیزایی که بهش اضافه کردن گرفته بشه به اصطلاح دیگه بوی نداشته باشه. اینه که هزاران چیز هی قاطی میشه، هی فرآیندهای خیلی پیچیده و خیلی پیچیده و سختیه، ولی به هر حال راهش اینه، فعلا تکنولوژیش اینه، کار دیگه ای نمیشه براش کرد. یعنی از نفت یه جورایی. یه سری محصولات نفتی هم توش هست. جوه دوسر هم که گفتین که خوبه هیچی؟ جوه دوسر دو مدل داره. حالا توی ایران نمیدونم. جوه دوسر برک منظورمه. همین اسمای فارسیشو من قاطی میکنم همیشه. یه مدل هست که نیازی به پختن نداره. شما یه ذره آبجوش میریزید روش. اون دوسر بهش میگن. اون خوب نیست. ما جوه پرک داریم که جوه پرک نیاز داره که لعاب میندازه
برای مثلا آش جو نمیدونم مثل اینجوری درست و تو زودپز باشه ساعتها قول بخوره. آها. تا اون مثل قلمه دیگه. مهم. آره بعد اون... اینو اصلا نمیشه خورد خام، یعنی اگه بخوری اصلا معدت کلا داغون میشه. دقیقاً دقیقاً. ولی جوی دو سر اینو میان با دستگاهی نمیدونم چجوریه با پرس برشکی هست این باز میشه و اینو شما میتونید با شیر خیلی مثل با هر چیزی میتونی خام خام بخوری، میتونی با آب با شیر قاطی کنی بخوری، حتی تو سوپ هم درست میکنن بخاطر اینکه زمان کمتری لازمه که این خوب نیست لاب زیاد نمیجازه. این خوب نیست، این بهش میگن اینستنت اوت بخاطر اینکه یه محصول دیگه ایه. اینا دوتا چیزن خب، اینا یکی نیستن. حالا ما بهش میگیم جو هر دارش تو، ولی دوتا چیز مختلفن. این یکی که سریع آماده میشه یه فرایند سنتی خیلی طولانی داره که این شکلی میشه و محصول خوبی هم به ذات نیست. نتیجهش قند خون رو سریع بالا میبره، وقتی فیبری خاصی هم به اون صورت نداره قند خون بالا میره، خوب نیست. اما اون یکی که گفتین لعاب میندازه، خودتون نکته قشنگی گفتین، همون لعابه به خاطر فیبرشه. درست شد؟ فیبر زیادتری داره، در آخر اون چیز خوبیه، یعنی چیز خوبیه باز میگم خوب نداریم، چیز بهتریه. بهتری آره. ولی من جای دو سر پرکی میخورم با شیر نه، 4-5 ساعت سیرم چیز ایدئالی نیست. چیز ایدئالی نیست، مواد مغذی خاصی نداره. من به شخص پیشنهاد نمیدم به کسی اینه که سریع آماده میشن رو به کسی پیشنهاد نمیدم. خوشحالم که تا اینجا با من همراه بودید. اگر مطلبی یاد گرفتید لایک و سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو هم بزنید که هیچ قسمتی رو از دست ندید. اگر مفید بود با عزیزانتون هم به اشتراک بذارید. اگر دیگه خیلی حال کردید میتونید با حمایت مالی از داخل و خارج از کشور به تولید این محتوای رایگان کمک کنید. پیشاپیش ممنونم. در آخر مثل همیشه امیدوارم با تنی سالم و دلی شاد از دکتر و راهروهای بیمارستان دور بمونید. موفق باشید. تا بعد.